واستخف يمينه من خلال لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضخائن تغتني والدهر يغسو تاره وينين وتظل انت كما عهدتك نغمه للان لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء وافضل المرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم مصطفى محمد وصلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين در درس قبل بإنواني با سیمای قیامت در قرآن با تصویر قرآنی قیامت آشنا شدیم نکاتی در خصوص نخستین روز عالم آخرت و عالم معاد به محضر عزیزان ارائه گردید در خصوص نعمتهاي بهشت و عذابهاي جهنم و نحوه رسیدگی به حساب انسان ها و همچنین یک سلسله مقدمات قبل از شروع روز قیامت مثل به هم خوردن نظامی آفرینش و هستی اینها نکاتی بودند که محضر شما عزیزان ارائه شد این درس با عنوان چند نکته مهم در مورد دنیا و آخرت به حضور شما ارائه می‌گردد یک سلسله نکات کلی در خصوص دنیا و آخرت یا به عبارت دیگر در خصوص این دنیا و دنیای عقبا با توجه به جهان بینی اسلامی و با توجه به منابع معتبر اسلامی مثل قرآن و سنت بنابراین در این درس تأکید می شود و کوشش می شود که خصوصا با استفاده از قرآن کریم یک سلسله نکاتی در خصوص دنیا و آخرت مثل مقایسه دنیا با آخرت، رابطه دنیا با آخرت و امور دیگری به محضر شما عزیزان ارائه شود. اولین بحثی که اینجا باید ارائه بشود تفاوت‌های دنیا و آخرت هست اصولا این دنیا با عالم آخرت چه تفاوت هایی داشته باشد اولین تفاوت دنیا و آخرت فناپذیری دنیا و ابدیت آخرت هست این مهمترین اختلاف این دو عالم هست در نشعه دنیا هرچی باشد هر مقدار که نسان عمر طولانی هم داشته باشد بالاخره باید بمیرد اما در عالم آخرت چه خود انسان چه نعمت های عالم آخرت و یا خدای نخواسته عذابه هایی که در جهنم وجود دارد اینها همیشگی هستند در قرآن کریم در این جهت تأکیدات فراوان شده است تقریبا در حدود هشتاد آیه قرآن راجع به ابدی بودن عالم آخرت و اینکه اون جهان جاودانگی هست تأکید میکند لذا در همین راستا قرآن کریم در سوره مبارکه نهل آیه 96 می فرماید ما عندکم ینفد و ما عند الله باق پس اگر بخواهیم نتیجه گیری بکنیم ثبات و تغییر یکی از تفاوتهای محوری و اساسی دو عالم هست عالم آخرت عالم ثبات هست عالم استقرار هست عالم ابدیت هست هر کسی که در اون عالم برسد برای همیشه همون حالت خود را خواهد داشت اما در خصوص این دنیا ما و شما روزمره تغییرات را محسوسا مشاهده میکنیم میبینیم کسی صحتمند هست مریض میشود جوان پیر میشود کودک کم کم بزرگ میشود بعض انسان ها میمیرند یک کس این لحظه خوشحال هست لحظه بعد ممکن است غمگین باشد این لحظه بدار هست لحظه بعد ممکن است خواب باشد سراسر این دنیا را تغییرات گرفته است اما در عالم آخرت ثبات حاکم هست بله ممکن است در موارد بعض انسان ها وقت دوران عذابشون در جهنم به پایان برسد از جهنم خارج و وارد بهشت بشوند ولی اصل اولی در عالم آخرت همون ثبات و استقرار هست خصوصا کسی که وارد بهشت بشود دیگر برای همیشه در بهشت باقی خواهد ماند این اولین تفاوتی است که از قرآن کریم در خصوص دنیا و آخرت استفاده می شود دومین تفاوت تفکیک نعمت از عذاب در عالم آخرت هست در این عالم ما هر چی که ببینیم خوشی با رنج و احیانا غمگینی با هم ممزوج هست کسی شما نمی توانید پیدا بکنید فرد را پیدا بکنید سنف را پیدا بکنید که همیشه بر او خوشی و راحتی مستولی باشد همیشه صحتمند باشد همیشه عزیز باشد می بینید که انسان ها هی تغییر موقعیت می دهند هی تغییر حالت می دهند رنج و راحتی خوشی و غمگینی صحتمندی و بیماری، عزت و بدبختی اینها چیزهایی هستند که یک انسان را در طول زندگیش بارها می میکند و بارها یک انسان مورد هدف این حوادیس قرار میگیرد اما در عالم آخرت با توجه به ثباتی که دارد چه نعمت عالم آخرت و چه عذاب عالم آخرت دارای ثبات هست لذا کسی که وارد بهشت بشود همیشه در بهشت خواهد بود و همیشه اهل نعمت خواهد بود و هیچ گونه کمبودی را احساس نمی کند هیچ وقت غمگین نمی شود هیچ وقت بیمار نمی شود هیچ وقت در تنگنا خود را احساس نمی کند همچنان کسی که در جهنم باشد هیچ وقت احساس راحتی ندارد لحظه احساس استراحت نمی کند همیشه احساس مشقت و بدبختی و عذاب را خواهد داشت این دومین تفاوت دنیا و آخرت همین آمیختگی و خلوص هست اگر بخواهیم تعبیر رسا داشته باشیم در این دنیا نعمت و بدبختی با هم مخلود هستند هیچ وقت نعمت خالص نداریم اما در عالم آخرت دسته از انسان ها همیشه متنعیمن همیشه در خوشحالی هستند و دسته دیگر در رنج و عذاب هستند پس دومین تفاوت دنیا و آخرت با توجه به آنچه از قرآن کریم استفاده می شود همین تفکیک نمودن میان نعمت ها و میان عذابها ها در مورد دنیا و آخرت هست که در دنیا هر دو را تمام انسان ها دارند اما در آخرت کار یکسره می شود انسان یا اهل نعمت هست یا اهل بدبختی و شقاوت هست و در همون حالتی که قرار گرفت ثبات بر او حاکم خواهد بود سومین اصل یا تفاوتی که میتوان در مورد دنیا و آخرت با استفاده از است، قرآن کریم ارائه کرد اصالت آخرت هست یکی از مسلمات معارف اسلامی و یک از مسلمات معارف قرآنی همین نکته هست که عالم آخرت عالم اصیل هست غایت هست هدف هست در حالی که عالم دنیا عالم غیر اصیل و موقت و در واقع به عنوان وسیله هست لذا بر اساس جهان بینی اسلامی ارزش نعمت های این دنیا و یا بلاهای که احیانا انسان تحمل میکنند همگی حالت ابتلا و آزمایش را دارند همگی حالت وسیله هستند با این روی کرد باید انسان دنبال بکند چه نعمدهای دنیا را و چه بدبختی ها و های دنیا را که انشالله سبب فوز و فلاح آخرت او گردد بنابراین اگر بخواهیم بازم تعبیر رساتر از این تفاوت سوم داشته باشیم همون اصل و فر که دنیا خودش می شود فر در حالی که عالم آخرت اصل هست دنیا می شود وسیله عالم آخرت می شود هدف در دنیا باید کشت بکنیم در عالم آخرت باید درو نماییم دنیا مقدمه هست عالم آخرت زل مقدمه هست دنیا وسیله هست عالم آخرت مقصد هست باید زندگی دنیای را وسیله دنیای دیگر قرار بدهیم سعادت ابدی را در این دنیا کسب بکنیم همچنانی که خدای نخواسته ممکن است با عقیده بد و با رفتار ناشایست و خارج شدن از حیطه رفتارهای متعارف انسانی انسان آخرت خود را بدبخت نماید و در آخرت خودش جزء اشقیا قرار بگیرد در همین راستا قرآن کریم در سوره مبارکه آل عمران آیه 185 میفرماید کل نفس ذائقه الموت هر انسانی هر نفسی میمیرد و انما توفون اجورکم یوم القیامه همه شماها مزد خود را در روز قیامت دریافت خواهید کرد مهم این تکی آیه شریفه هست که فمن زحزح عن النار و ادخل الجنت فقط فاز رستگاری در این مکتب و بر اساس جهان بینی اسلامی خلاص یافتن از عذاب جهنم و وارد شدن در بهشت هست و حیات الدنیا الا متاع الغرور که قرآن کریم نگاه نسبتاً حقیرانه نسبت به دنیا دارد با توجه به موقت بودن دنیا و با توجه به این که موقت و چیزی که عمر محدود دارد در مقابل نامحدود هرچند کیفیت داشته باشند هرچه هم قوی باشد در مقایسه با نامحدود چیزی نیست بر این اساس هست که قرآن کریم فوز و سعادت و رستگاری ابدی و رستگاری حقیقی را در عالم آخرت می‌داند. بر اساس این سلسله تفاوتها می‌توان یک سلسله برداشت ها و نکات دیگری در مورد دنیا و آخرت ارائه داد اولین نکته ای که قطعا می توان اینجا بیان کرد و البته تا حدود هم روشن شد همین نکته هست که دنیا مزرعه آخرت هست باید کوشش کرد که دنیا را نگاه مستقل به اون نداشت البته بعضی ها احیانا تصور کردند که با توجه به این که عالم آخرت خودش عالم مستقل از دنیا هست اشکال ندارد ما در این دنیا برای این دنیا کار بکنیم در آخرت که رفتیم برای عالم آخرت کار بکنیم یا احیانا بعضی ها فکر میکنند که عالم آخرت هم مثل عالم دنیا ممکن است هر چیز سر جای خودش نباشد بتوان با پارت بازی بتوان با چالاکی و زرنگی و امثال اینها حقوق دیگران را احیانا نتیجه زحمات دیگران را دست برد زد و استفاده کرد ولی عالم آخرت جای تحقق واقعیت ها هست اونجا هیچ گونه این امور کاربرد و کارایی ندارد بر همین اساس هست که دنیا مزرعه آخرت هست هرچی در این عالم بکاریم و برای خود بفرستیم اونجا عین همون را چه از نظر کمیت چه از نظر کیفیت و چه از نظر ارزش در اون عالم اون را خواهیم دید لذا این که کسی بتواند اونجا کار بکند مرتبه خود را بالا ببرد یا در اون دنیا از دسترنج دیگران استفاده داشته باشد بر اساس قواعد قرآنی و آیات و روایات چیزی محال هست امکان وقوع ندارد در این دنیا هست در دار ابتلا و آزمایش هست در این عالم هست که این زمینه برای ما انسان ها تا حدود فراهم هست هر که چالاک باشد هر که بالاخره پارتی داشته باشد احیانا تنومن باشد قدرت مالی داشته باشد انواع وسایل دیگر را در اختیار داشته باشد ممکن است بتواند از حقوق دیگران استفاده کند بر مزایای دیگران استیلا داشته باشد ولی در عالم آخرت انسان هست و خودش حتی نمیتواند از فرزندانش از بستگانش از نزدیکترین خویشاوندانش هیچ گونه بهره در عالم آخرت بگیرد دومین نکته ای که اینجا هست نعمت های دنیا موجب سعادت اخروی نمی شود بعضی ها احیانا تصور میکنند که یک نوع ملازمه میان نعمت های دنیا و عالم آخرت هست به این معنا هر که در این دنیا موقعیت داشته باشد راحتی نسبی داشته باشد معلومنال داشته باشد شخصیت محترم باشد پس حتما در عالم آخرت هم باید اینجوری باشد نه خیر هیچ وقت میان نعمت های دنیا و نعمت آخرت رابطه وجود ندارد بله اگر کسی با توجه به اینکه در معرض ابتلا و آزمایش هست از نعمت‌های های دنیا استفاده مثبت داشته باشد در راه مرزای خداوند متعال این وسایل را استفاده کرده باشد و برایش سمر بخش هست مفید هست و زمینه نعمت او خواهد بود اما اگر نخیر استفاده نادرست و ناشایست از نعمتهای دنیا داشته باشد نه تنها سبب نجات اخروی و فوز در عالم آخرت نخواهد شد بلکه سبب نقمت و گرفتاری و بدبختی های انسان خواهد گردید قرآن کریم به سراحت می که نسب در عالم آخرت قطع می شود ارتباطات نسبی هیچ گونه فایده ای ندارد همچنانی که به سراحت می اموال و فرزندان شما در عالم آخرت هیچ گونه تأثیری ندارد همچنانی که بقیه ای اسباب این که در این دنیا من با فلان وزیر رفیق باشم با فلان قدرت من در ارتباط باشم مجموعه ای این اسباب ها ممکن است گاهی موقعیت و سبب نجات شخص را فراهم کند ولی در عالم آخرت انسان تنها هست او هست و رفتارش او هست و باورهایش بر اساس این امور هست که انسان موقعیت دارد ارزش گذاری می شود و بر اساس این امور هست که خدمات اون عالم در اختیار انسان قرار می گیرد من یک نمونه از آیات را محضر شما عزیزان بخوانم قرآن کریم در سوره مبارکه سبع آیه سی و می و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا به سراحت قرآن میفرماید که فرزندان شما اموال شما هیچ گونه تأثیری در مرتبه اخروی شما ندارد سبب قرب شما به خدای سبحان نمیگردد، بله عالم آخرت بر اساس ایمان و عمل صالح اداره می شود اگر همین اموال اولاد را انسان به عنوان مصداق عمل صالح ارائه بکند به حال او سودمند است از مال خود استفاده خوب کرده باشد از فرزندان خود استفاده شایسته کرده باشد همه اینها می تواند در عالم آخرت زمین ساز نعمت و سعادت انسان قرار بگیرد نکته دیگری که باز اینجا هست احیانا بعضی ها تصور کرده اند که میان نعمت های دنیا و نعمت های آخرت رابطه معکوس وجود دارد مقصودم از رابطه معکوس این نکته هست که بعضی ها تصور کرده اند برای داشتن آخرت خوب باید از نعمت های دنیا دست شست نه خیر این هیچ گونه ربط به جهان بینی اسلامی ندارد بسیار از پیغمبران خداوند مثل جناب سلیمان علیه السلام از های دنیاوی متنعیم بود استفاده می کرد بالاترین های دنیا را داشت بله در این حال در آخرت هم رستگار هستند این بر اساس منطق قرآن کریم و در جهان بینی اسلامی اگر در این دنیا کسی اهل نعمت باشد لزوما معنایش متنعم بودنش در آخرت نیست همچنانیکه که اگر کسی اهل نعمت باشد لزوما معنایش اهل عذاب بودنش هم نیست بستگی به استفاده از نعمت و آسایش دنیا دارد در خصوص دنیا اینی که احیانا مزمت شده از دنیا در قرآن روایات بستگی به این دارد که ما از دنیا چجوری استفاده بکنیم دنیا پرست مساوی با دنیا طلبی نیست اگر کسی دنیا را به عنوان وسیله و مقدمه طلب بکند زمینه رستگاری او در آخرت فراهم می شود اما اگر دنیا هدف و وسیله نباشد اما اگر دنیا به عنوان وسیله نباشد بلکه هدف انسان قرار بگیرد تمام همت و فکر و تلاش او در راه کسب دنیا قرار بگیرد اون زمان است که خود همین دنیا و نعمت های دنیا سبب بدبختی انسان را فراهم میکند در هر صورت اینها مجموعه نکاتی بود که در خصوص دنیا و آخرت یعنی نوع برخورد ما با آخرت نوع برخورد ما با دنیا و منطق قرآن در امتیاز دنیا و آخرت محضر شما عزیزان ارائه گردید یکی دیگر از نکات مهم در مورد دنیا و آخرت نوع رابطه دنیا و آخرت هست آیا واقعا رابطه دنیا و آخرت رابطه قراردادی هست مثل رابطه کارفرما و کارگر هست که وقتی کارگر کار کرد کارفرما به او بوزد میدهد بر اساس قرارداد معین آیا همچه رابطه میان دنیا و آخرت هست یا نه سنخ این رابطه و نوع این رابطه چیزی دیگری است در این جهت بسیار از مفسرین قرآن کریم رابطه دنیا و آخرت را رابطه حقیقی و تکوینی می به عبارت دیگر علوم تجربی نمی تواند متکفل بیانی این رابطه باشد همچنانی که این نوع رابطه را با حواس ما انسان ها نمی توانیم درک بکنیم ولی هیچ وقت درک نکردن ما یا نرسیدن ما به معنای نبودن نیست بسیار از چیزها بسیار از حقایق و واقعیات از نظر ما و شما و از حس ما و شما مخفی هست لذا بعضی از مفسرین و بزرگان علمای اسلام با استفاده از آیات قرآن کریم به این نتیجه رسیدن که رابطه دنیا و آخرت رابطه حقیقی هست از نوع رابطه قراردادی و اعتباری نیست در همین راستا قرآن کریم در سوره مبارکه نساء آیه ده میفرماید فرماید ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا که برداشتی که از این آیه شریفه کرده ان در حقیقت صورت باطنی خوردن مال حرام و مال یتیم همون آتش خوردن هست یک صورت ملکوتی دارد یک صورت واقعی و حقیقی دارد که فعلا از حس ما و شما مخفی هست اونهایی که چشمشون باز بشود یا در عالم آخرت همه ما و شما اون صور ملکوتی و حقیقی و واقعی عالم آخرت را و اعمال خودمان را خواهیم دید بنابراین بر اساس این تحلیل و برداشت ممکن است هر نوع از عمل انسان چه عمل اعتقادی و جوانحی باشد یا عمل جوارحی باشد تک تک اینها دارای یک صورت ملکوتی هست اون صورت ملکوتی ممکن است آزاردهنده باشد و ممکن است انسان را خوشحال بکند به عبارت دیگر ممکن است نعمت باشد و ممکن است نقمت باشد در عالم آخرت است که این حقایق برای ما آشکار می شود نمایان می شود و قرآن کریم بر اساس ظاهر این آیه شریفه از خوردن مال یتیم تعبیری به خوردن آتش می کند آتشی که همین حالا افروخته شده است ولی این آتش را ما انسانها در این عالم احساس نمی کنیم بنابر این یکی دیگر از نکاتی که تا اینجا برای سروران روشن شد همین نوع رابطه دنیا و آخرت هست که بر اساس این برداشت رابطه دنیا و آخرت رابطه حقیقی هست رابطه واقعی و تکوینی هست هر کاری که از ما سر بزند هر اندیشه اختیاری که ما داشته باشیم تأثیرگذار در آخرت ما هست صورت ملکوتی دارد و اون صورت ملکوتی هست که سرنوشت ما و شما را تعیین خواهد کرد در هر صورت اینها مجموع نکاتی بود که از قرآن کریم قابل استفاده هست بخش از آیات را من محضر عزیزان خواندم تلاوت کردم اگر بخواهید در این جهت تحقیقات بیشتر داشته باشید از جمله می توانید به کتاب آموزش عقاید حضرت آیت الله مصباح یزدی مراجعه بفرمایید که در طی چند درس این نکات را با آوردن آیات مربوطه بررسی نموده است در هر صورت عنوان این درس مهمترین نکات در مورد دنیا و آخرت بود که تفاوتهای دنیا و آخرت را بر اساس جهان بینی اسلامی و با استفاده از قرآن کریم محضر شما بیان کردم و سپس یک سلسله نتیجه های از این اصول و قواعد گرفتیم و در آخر هم نوع رابطه دنیا و آخرت که خودش بسیار مهم هست و در بسیار از مسائل از جمله عدل الهی و این که چطور انسان ها می توانند برای همیشه در جهنم باشند این برداشت تأثیر گذار هست اگر حقیقتا ما به این باور رسیدیم که آنچه در آخرت می بینیم صورت ملکوتی عمل ما و شما هست و آنچه در آخرت هست رابطه رابطه قراردادی نیست پس خود به خود هیچ گونه سوالی در این جهت خلق نخواهد شد که چرا جمعی برای همیشه متنعیم باشند و جمع دیگر برای همیشه در عذاب باشند وقت عذاب صورت ملکوتی عمل انسان باشد وقت نعمت صورت ملکوتی عمل انسان باشد نه اینکه چیزی قراردادی و مثل حکم قاضی باشد خود به خود هیچ گونه مشکل و سؤالی در این جهت خلق نخواهد شد در هر صورت مبحث عدل الهی مسئله خلود در جهنم خلود در بهشت اینها بحث است که یقینا بحث های مفصل تری می طلبد. سطح این سلسله دروس تعرض بیشتر به این سلسله مباحث را نمی دهد. امیدوارم که تا حدودی این سه عالم یعنی عالم دنیا عالم برزخ و عالم آخرت برای عزیزان روشن شده باشد کار کرد و نقش دنیا و نحوه استفاده از دنیا و نحوه زندگی انسان در عالم برزخ و سپس نحوه محشور شدن انسان در عالم قیامت و در نتیجه اعلان نهایی حکم خداوند مبنی بر بهشتی و جهنمی بودن انسان اینها نکات بودن در طی چند درس تا کنون محضر شما ارائه کردم امیدوارم که مفید بوده باشد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته لا <applause> يسار واستخف يمين بك يا يكاد تشفى وتعبد والضغاين تغتني والدهر يغسو تاره ويمين